کوکوی گردو، مغز گردو یه پیمونه، تخم مرغ 5 عدد، جعفری 40 شاخه، نعنا 15 شاخه، آرد یه قاشق غذاخوری، فلفل قرمز به مقدار لازم. برای خوشمزه شدن، خوش طعم شدن و خوش رنگ شدن این کوکو از عصاره زعفرون الیف استفاده میکنم. به نام خدا، سلام. میریم شمال ایران کوکوی گردو درست کنیم. هر چقدر از این گیاه ارزنده تعریف کنم بازم خیلی کمه، به خاطر آنتی اکسیدان خیلی خیلی بالایی که داره و روغن با ارزشی که توش داره، کلسترول بد دفع میکنه و ضد سرطانه. هر جایی که تونستین یه درخت رو بکارین، حتما اون درخت سعی کنین درخت گردو باشه، چون نسل‌های بعدی هم شما رو دعا می‌کنن. برای اینکه اولا خیلی طول می‌کشه تا به بار برسه، بعدم اینکه وقتی به بار برسه واقعا ارزنده و با ارزشه. هم درختش خیلی با ارزشه، هم در واقع میشه گفت میوه‌ش که تو طبیعت چقدر میتونه برای تصفیه هوا، برای میوه با ارزش ضد سرطانی که میده لذت بخش باشه کاشتش و وجودش. اما شده سفر کنین تو بیابون یا مثلا میبینین یه جای خیلی دور افتاده، میبینین درخت گردو اونجا کاشتن، اون کار کلاغه. بعضی از کلاغا میوه درخت در واقع گردو رو که میچینن، اگه اون میوه سالم باشه، شکستگی نداشته باشه، برش درستی خورده باشه و معمولا سبز و سالم باشه، وقتی که کلاغ با آگاهی اونو میکاره تا به مرور زمان اون پوستش بپوسه و از بین بره و جوونه بزنه، دیگه سراغش ممکنه نره و اون تبدیل به درخت گردو بشه. برای همین شما میبینید چقدر طبیعت به ما لطف داره. مثلا همین پرنده‌ای که بعضی ها اونو دوستش ندارن و میگن کلاغ اینجوریه اونجوری اینا، این پرنده بسیار مفیده، با ارزشه، به خصوص برای شهرهای بزرگ وجودش لازمه، به خاطر اینکه خیلی از چیزایی که ممکنه از بین شما بندازینش دور تو طبیعت، اونا رو به عنوان یه غذا استفاده میکنه. برای همین میشه گفت که در واقع یک نظافتچی در طبیعت هم هست. اینی که سعی کنیم با طبیعت مهربون باشیم، به خصوص با حیوانات که اینا در واقع توسط خداوند خلق شدن و خیلی با ارزشن. بریم سراغ آشپزی. این محور یکی از قسمت‌های برنامه ما محیط زیست و طبیعته که اصلا جدا نشدنی از غذاست. یعنی اگه ما می‌خوایم یه غذای سالم درست کنیم، اگه می‌خوایم یه غذای خوشمزه درست کنیم، باید به طبیعت احترام بذاریم. این گیاه ارزنده که اینجا می‌بینین نعناست که تو طبیعت در واقع رشد و نمو کرده، و گردو که یه ماده غذایی چربه و تخم و مرغ که ماده غذایی دیر هضمه، این نعنا کمک میکنه به هضم شدنش. پس طبیعت کاملا یک رابطه بسیار مفید خوب داره با تغذیه بشر. اینه که نمیتونیم از برنامه‌مون جداش کنیم. میریم سراغ آشپزی. اما چربی گردو جزو چربی‌های مفیده، یعنی نباید هیچوقت نگران این باشین که فسنجون درست میکنی یا همین کوکوی فوق‌العاده‌ای که توضیح میدم چرا کم روغن میریزم توش و روغن اگه روش جمع میشه با خیلی راحت باید بخورین، چون این روغن جزو روغنایی که کلسترول بد بدن رو دفع میکنه. برای همینی که میگن کسایی که بیماری قلبی عروقی دارن در روز یکی دوتا گردو استفاده کنن. اگه با صبحونتون یکی دوتا گردو استفاده بکنین و هم گردو تازه، دوچار مشکل در واقع قلبی عروقی یا سرطان نخواهید شد، چون آنتی اکسیدانش بسیار بالاست. اما یه نکته رو فراموش نکنید، خانمایی که باردار هستن یکی از خطرناکترین چیزایی که میتونن بخورن اینکه گردوی که میخورن کپک گردو داشته باشه. کپک گردو مثل تارنکبوته. اگه یه گردوی خوب و تازه رو نبینین، اگه این شکلی نگاش کنین، اگه تو بسته‌بندی می‌خواینش نگاش کنین، می‌بینین چیز شبکه‌های تار مانند روشه، اونا رو اصلا نباید لب بزنین. اینم در مورد گردو. حالا
چه چیزی تخم مرغ خیلی خوش عطر میکنه؟ الان من نعنا میخوام از عصاره زعفرون استفاده کنم. این عصاره زعفرون اولا خیلی چیزای جالبیه برای سوغاتی دادن. اگه میرین خارج از ایران میخواین کادو بدین، واقعا کادوی جالبیه، به خصوص برای خارجی‌ها که خیلی راحت با این عصاره ها میخوان کار بکنن. اگه میخواین یه هدیه بهشون بدین و جالب باشه، براشون نو باشه، جدید باشه، این خیلی فکر خوبیه چون قیمتش هم مناسبه. حالا من میخوام از این عصاره ها استفاده کنم برای خوشتم شده. همین ابتدا چی کار میکنم؟ همین ابتدا چون داریم میریم تو فصل گرما، دیگه تخم مرغ امکان نداره که نگاه نکنم. و یادتون باشه تخم مرغی استفاده بکنین که تازه باشه، تاریخ تولید و انقضاش رو حتما نگاه بکنین. بعد از جایی اگه رفتین خرید کردین دیدین که مغازه گرمه، آفتاب روشه روی تخم مرغ، اصلا تخم مرغ نخرین تا مغازه دار بدونه که باید جای تخم مرغ رو مشخص کنه اونجا جای خنکیه. هیچ وقت تخم مرغ رو در جای گرم یا تخم مرغ جایی که آفتاب خورده خرید نکنید. و حتما هم تو تابستون تخم مرغ رو نگاه بکنید. تخم مرغ خیلی زود خراب میشه. حالا و اگه تخم مرغ فاسد شده استفاده بکنید، مسمومیتش بسیار بسیار خطرناکه. حالا تخم مرغ اضافه کردم، شروع کنم هم زدن تخم مرغ. یه چیزی که باعث میشه که تخم مرغ کوکو خودشو خوب بگیره چیه؟ آرده. آرد چرا بعد از آرد استفاده کنیم؟ ممکنه خیلی میخوام بدونید که چقدر ایرونی ها باهوشن تو آشپزی و مغزشون در پخت و پس خیلی خوب کار میکنه. اینه چرا آرد استفاده میکنیم تو این کوکو؟ دلیلش اینه که این کوکو وا میره دیگه. ولی چرا وا میره؟ روغن گردو باعث میشه که کوکو تخم مرغ خوب به هم نگیرن خودشونو. این آرده که باعث میشه که اونا خودشونو خیلی خوب بگیرن. پس حتما باید آرد استفاده کنیم. ملتا اگه آرد زیاد بریزیم مزه کوکو رو دزدیدیم ازش. اصطلاحش اینه. و کوکو بیش از اندازه سفت میشه. یه قاشق غذاخوری همینطوری بریزیم توش. همین. دیگه هم نریزیم. حالا تخم مرغ آرد اول هم بزنیم. دو تا چیزی که خیلی با هم راحت تر هم میخورن و یه دست میشن. کوکو جزو غذاهاییه که هم سرد خورد میشه هم گرم. این کوکو هم همینطوره، جزو کوکوهایی که هم میتونین سرد استفاده کنین هم گرم. در ضمن یادتون باشه اگه 5 تا تخم مرغ دارن با یه کاسه گردو میزنن، این برای 2-3 نفر آدم نیست، این برای 5 نفر 4-5 نفر آدم، بخواد اینکه بسیار ماده غذایی مغذیه. این از این. حالا میخوام گردو رو بکوبم. قبل از اون برای اینکه تخم مرغا خوش عطر و خوشبو بشن، میخوام بهش عصاره زعفرون اضافه کنم. عصاره زعفرون هم کمک میکنه که تخم مرغ خیلی خوشبو بشه، هم کمک میکنه که در واقع این کوکو ما انسجام بهتری داشته شه. و نگاه کنین چقدر خوش رنگه. کاش یکیش رو روی تخته خورد کنم ببینینش که چه جوریه. بوشم فوق‌العاده است. این از این. من یکیش رو تخته خورد میکنم، دوستم همکارم به شما نشون میده اونو. ببینید نگاه کنید این عصاره است. این با چاقو خوردش میکنم که قشنگ پخش نشه. میبینید چه شکلیه. این عصاره است. اول همیشه پودرش کنین، بعد برای اینکه راحت تر تو اون مایه حل بشه اضافه کنین. این بوی تخم مرغ از بین میبره و همونطور که بهتون گفتم چون چیز جدیدیه به خصوص برای سوغاتی دادن بی نظیره. حمل و نقلش هم خیلی آسونه، قیمتش هم مناسبه. حالا بگذارم. این از این. همش هم میزنم رنگ و لعابش نگاه کنیم چقدر بهتر شد. تو فرمول اصلی پخت کوکوی گردوی گیلانی شمالی زعفرون استفاده کردن توش. حالا اینطور نیست که ما بیایم دست به تغییر بزنیم. اینم توضیح بدم. این برنامه
یکی از در واقع تلاشاش اینه که ما به خاطر یک کالا نمیایم دستور یک غذا رو تغییر بدیم. اون دستور اصلی و قدیمی به خصوص تو بخش ایران این وسواس رو خیلی زیاد داریم که این غذایی که دارید شما یادداشت میکنید، نوت برمیدارید، چون نسلهای بعدی هم قرار ازش استفاده کنن و یه روزی امیدوارم این تصاویر رو ببینن که از این آشپزی ها استفاده بکنن، ما هرگز دست به قوانین این آشپزی نزدیم. اگه از عصاره نوشته عصاره زعفرون استفاده کنید، خب ما اومدیم به جای زعفرون از عصاره زعفرون استفاده کنیم، تازه کیفیتش رو بهتر کردیم. حالا بگذاریم، گردو رو میکوبم تا روغن گردو در بیاد. گردو رو اونقدر لهش نمی کنم که در واقع داغون بشه، یعنی پودر تبدیل به خاک بشه، بلکه میکوبمش تا جایی که بتونم روغنش رو در بیارم. میبینید این سنگم خیلی کمک میکنه به اینکه روغن گردو در بیاد و لذت بیشتری ببریم از آشپزی ایرانی. همون تکنیک ها رو دارم اجرا میکنم که در قدیم بوده. اینم از این. با یه کاسه کوچیک که نقاشی ایرانی هم داره روش، گردو رو میریزم. این کاسه کمک میکنه که هیچ مقداری از گردو رو از دست ندم، همش در بیاد. اینم از این. حالا گردو رو هم میزنم و یه ترکیب بی نظیر به وجود میارم که زرد رنگ و بوی زعفرون میده. اینجا کمی بهش فلفل قرمز اضافه میکنم. این کوکوتون نیست، بلکه بوی فلفل، یک کمی طعم فلفل و بوی فلفل داره. کم کم کم. اینم از این. حالا میریم سراغ جعفری و نعنا. جعفری و نعنا رو ریز میکنم. وقتی ریز شد میریزمش تو این کاسه. یه 4-3-4 دقیقه نگرش میدارم توی این کاسه. چرا این کار رو میکنم؟ میخوام بازم این مایه خوش عطرتر بشه. اگه همون موقع بریزمش تو تابه، فرصت ندادیم که سبزی ها اثر خودشون رو به این مایه بکنن. با ما باشید. بعد از 5 دقیقه این عطر سبزی میره به خورد کوکو با زعفرون و دیگه اون بوی تخم مرغ کسی احساس نمی‌کنه جز عطر بی‌نظیر این مایه. یک کمی روغن بریزین تو تابه. چرا کم بعد بریزین؟ اولا هر کوکویی که درست می‌کنین اگه چرب و چیلی باشه واقعا خوردنش سخته. منم نگاه کنین چیکار می‌کنم. یک کمی که این تابه رو چرخونم، دوباره از این روغن برمیگردونم این تو. حالا بازم روغنشو کمتر کردم. چرا؟ چون خود این گردوها پر روغن، ما روغن خود اینو میخوایم و وقتی حرارت بهش بخوره روغنش در میاد. ببینید مایه رو میریزم مرکز تابه. و واقعا آشپزی شمالی هم فوق‌العاده است. و این مایه رو میریزم توش. حالا شعله رو زیاد میکنم، مایم رو پهن میکنم، میذارم تابه یه مقداری گرم بشه، بعد دوباره شعله رو کم میکنم و هیچیش رو از دست نمیدم. یه کمی که گرم شد دوباره شعله رو کم میکنیم و اینجا درش رو میذارم. 7-8 دقیقه، 10 دقیقه بذارین درش بسته باشه، بعد دیگه درش رو باز کنین که له نشه. بذارین قشنگ با در باز بذارین. اگه درش هم مثل من بستین دیگه لازم نیست کوکو رو اون برای بکنین. یه طرفش برشته است برش میگردین، یه طرفش برشته است، یه طرفش هم خب کمی نرمتره و این کوکو رو خوشمزه‌تر میکنه. حتما لازم دو طرفش دو روغن سرخ کنیم. بعد از 10 دقیقه درش رو بعد اینکه کوکو خمیر نشه و از بین نره، اما با حوصله بذارین قشنگ پف کنه. توش هم جوش شیرین رو نمیدونم بیکینگ پودر رو اینا نریزین که فکر کنین پف میکنه و اینا، برای سلامتی خیلی خوب نیست.
این کوکوی زیبای ایرانی که یه بار یه درش رو برمیدارم ببینید عین یه فرش ایرانی زیبا و خوشرنگه رو تقدیم میکنم به همه کسایی که محیط زیست ایران رو دوست دارن، طبیعت ایران، درختای ایران، دریاچه ایران و جانوران ایران رو دوست دارن و اونا رو از بین نمیبرن تقدیم میکنم. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشن اینجور افراد. خداحافظ.